هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت ترودوییم. با درود و سلام خدمت همه شما هموطنان و همزبانان نازنینمان، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم سه‌شنبه است، 13 ماه ژانویه الحرام سال 2015 دربدری، که برابر است با 23 دی ماه سال 1393 مهرورزی زنجیره‌ای. طبق معمول هفهاتی به همراه تیم مقتدر و کارکشته خودمان، یعنی اختر و ممدی و عرض می شود علی اکبر و موسیو ژان پیر آرشامبو، که این 4 شخصیت برجسته حتما در نزد شما نازنینان بیننده برنامه های ما دیگه کاملا شناخته شده هستند، 43 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو به شما که در گوش و کنار جهان هر جا که بیننده و شنونده برنامه های میهن تیوی هستید تقدیم میکنیم. قبل از هر چیزی میخواستیم با شما که رو درواسی نداریم، با شما هموطنان یه اعترافی خدمت شما بکنیم، و اون اینه که واقعا شرمنده ایم از اینکه مسلمان زاده شدیم. حالا این شرمندگی رو سالهاست در خودمون احساس میکردیم، از اون زمانای دورتر، شاید وقتی به فرض بفرمایید قتل احمد کسروی در دادگستری مملکتمون فکر میکردیم به دلیل دیگر اندیشی توسط فدایان اسلام، و بعد همینطور بیایید جلو اون معاملهی که روحانیون با بزرگان و روشنفکران ما کردن، و به خصوص بعدن در سالهای اخیر پس از داستان 11 سپتامبر، و همینطور بیا تا روز چهارشنبه گذشته، که واقعا صبح روزی که این اتفاق افتاد ما عرق شرم بر پیشانیمون نشست و فکر کردیم حالا که بریم بیرون با چه واکنشی از طرف این هموطنان کاناداییمون مواجه میشیم، که البته اینا انقدر به قول معروف اهل تولرانس و تحمل هستن که همچنان ما رو تحمل میکنن. خب یه عده‌ای که ما رو میشناسن در حقیقت به فساد اخلاقمون آشنا هستن، یه عده‌ای هم که فقط به چهرمون قضاوت میکنن و بعد زبان که باز میکنیم میفهمن که نه اونجوری نیستیم. یه مقدار موضوع حل میشه، ولی همچنان این شرمندگی بر ما هست. داستان روز چهارشنبه گذشته در پاریس رو که خب به کرات و مرات شنیده اید از گوش و کنار از این وسایل ارتباط جمعی، ولی خب در حقیقت یه مقدار افتخار این گونه اعمال یه جوری پای ما ملت ایران نوشته میشه دیگه. همون داستان قتل کسروی و بعدن در سنوات اخیرم زمانی که حضرت امام راحل سلام الله علیه به سلطنت رسیدند با فرمان فتوای قتل سلمان رشدی، در حقیقت پایه‌گذار یه جوری این مسائل بودند. میدونید اصولا ما، البته ما که میگیم خب یعنی ملت ایران در حقیقت الان، یه جوری پای گذار خیلی چیزا هستند. مثلا همین داستان فتوای قتل سلمان رشدی یا اعدام زنان و کودکان زیر سن قانونی، یا مثلا سنگسار فرض بفرمایید، مبارزه و ایجاد گرفتاری با هر کسی که با رژیم به هر حال یه جوری اختلاف نظر داشته باشه. در سنوات همین اخیرم هم که فرض بفرمایید قتل اون رافق نقی، روزنامه نگار اهل آذر کشور آذربایجان، که به دستور آیت الله فاضل رنگکرانی انجام شد، یا قتل فرض بفرمایید فرخزاد، شرفکندی، ماجرای میکونوس، اینا همه در پرونده پر افتخار
رژیم شریف هست که یه جوری هم بالاخره دامن ملت ایران رو میگیره دیگه، به هر حال پای ملت ایران نوشته میشه. یعنی در حقیقت ما مبدع و مخترع بسیاری این سیستم های پیشرفته بودیم. با نام این دو عالی جناب هم که بلتب آشنا هستید گفتیم، اعدام در زمان مرحوم آریامهر در سرتاسر حکومت آن بزرگوار ظاهرا یک زن فقط اعدام شد به جرم سیاسی، و خب اینها دیگه شاهکار کردن از اعدام بیخردانه خانم دکتر فرخ رو پارسا بگیرید، تا نمیخوایم از فرض کنید اینا دفاع کنید، به هر اینا اگر بر فرض جرمی هم مرتکب شده بودن باید دادگاه عادلانه برگزار میشد، به جرم اینها رسیدگی میکرد. اینا دیمی همینجور کشتن، حالا دختران زیر سن قانونی رو که شب تجاوز کردن و صبح اعدام کردن و اون داستان های پر آب و چشم که همه میدونید. ما نام این دو سه جانور نمیگیم، چون این گربه باز بهش بر میخوره، بعد شر خواهیم داشت. این دو سه موجودی، این برادران کواشی، شریف و سعید کواشی، چه اسم شریف یعنی شرافتمند و سعید، حالا به هر حال یه جوری هم یه مرمورمون میشه، اسمش اسم رفیق، شبیه اسم رفیق ماست، حالا بگذاریم باید معقولات نشیم. با این هم که آشنا هستید، یا اون خانوم بومدین یا اون افراد دیگه که در این جنایات شرکت کردند. بعد مطلب دیگه، نام این نشریه است، نشریه شارلی هبدو که اکثرا میبینیم در بعضی این رسانه های امروزی به خصوص فارسی زبان اسمش هم اشتباه میگن، شارلی هبدو میگن، یا نمیدونیم همه اونجایی که ما بلدیم. حالا یه جزئی میدونید، کلمه هبدو مادر به فرانسه یعنی هفته، هفتگی، و هبدو مخفف کلمه هبدو مادر هست، در حقیقت فکر میکنیم معنی هفته نامه چارلی میده. بعد از این ماجرا خب که صبح چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد، ما مترصد بودیم اخبار رو از اینجا اونجا گوش بدیم. یه مردی در فیسبوک که دیدیم در بسیاری از این تلویزیون ها و رادیو ها هم خوندن این مطلب، و چون بسیار جالبه ما هم برای شما میخونیم، از فیسبوک، از فرانسه اولاند، یعنی فرانسه این جناب رئیس جمهور فعلی، در حال چشیدن طعم سیب‌های درختی است که در سال 1979 در نوفلوشاتو غرس کرد، یعنی کاشت. همان زمان که به بهانه دفاع از دموکراسی، جادوگری 1400 ساله برآمده از غارهای دقیانوس جهل و جنایت را پذیرا شد و جهانبینی نفرت دینی را به رایگان در گورخانه چپهای اروپا پروراند و با پرواز اختصاصی از گورخانه اروپاییش به تهران فرستاد تا سبب مرگ‌ها را به جهان صادر کند، تا سیب‌های ببخشید مشکل بعد از 25 سالگی و چشم و عینک اون داستان است، تا سیب‌های مرگ را به جهان صادر کند و امروز محصولات درجه یک این پرورده خودش را با وحشت مزه کرد. جهان پایان تعطیلات روزهای آغازین سال 2015 را با بهت از کشتار کاریکاتوریست‌های اروپایی آغاز کرد. آنچه دیدی از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد. بعد از این ماجرا، همینجور که این تلویزیون گردی میکردیم و اینترنت گردی میکردیم، برخوردیم به برنامه دوست عزیزمون جناب آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه. خب ایشون برنامه مخصوص در اون روز چهارشنبه شب گذاشته بود برای این فاجعه و افراد این هم آورده بود باشون صحبت میکرد، ولی چیزی که باعث حیرت ما بود یکی از فرمایشات گوهربار این رفیق من بود که در یک فرازی فرمودن که چه فایده ای داره این کارا، بیا اینا این کارا رو کردن، این کاریکاتورا رو چاپ کردن، بعدم اومدن هم خودشون رو کشتن،
هم دیگه نشیهشون تعطیل شد دیگه، دیگه جمع شد این چهار بیه دو با این ترتیب جمع شد. بالا ما رفتیم هر چی سر کردیم بریم رو خط فروزنده و بهش به دو سه کلمه با ایشون صحبت کنیم، نشد. خطش خیلی شلوغ بود. حالا اون چی که میخواستیم بریم اونجا بگیم اینجا میگیم. خواستیم بریم بگیم آقا داستان اینجوری نیست، این قتل این افراد در دفتر اون نشریه و خونی که از اینها ریخته شد در حقیقت این نهال چارلی هبدو رو آبیاری کرد، که دیدیم همون جورم شد. میلیون ها نفر به خیابون اومدند و بعد مردم چه حمایتی از این نشریه کردند، نشریه‌ای که 60,000 تیراژ داشت در هفته. اول اعلام شد که با تیراژ 1,000,000 چهارشنبه آینده یعنی فردا منتشر میشه، که اخیراً شنیدیم فردا این نشریه با 3,000,000 تیراژ چاپ میشه و قول میدیم که این نشریه رو مردم فرانسه و سایر نقاط جهان مثل برق زر خواهند خرید و خواهند برد. 3,000,000 تیراژ، یعنی در حقیقت یه جوری نتیجه عکس داد اعمال این برادران کواشی و ازنابشون، و به جای اینکه این نشریه رو سرکوب کنه باعث رشدش شد. به هر حال اولا بسیار متاسف شدیم که یه کسی مثل فروزنده که خودش اهل مطالعه است و اینها در مقابل این قضیه اینجوری برخورد میکنه که آقا کار بدی کردن. باز بسیاری از دیگر این بزرگان هم وقتی به این قضیه برخورد میکنند حمایت میکنند از اهالی قلم و به خصوص اهالی چارلی هبدو، ولی با یه اما و اگر. آره خب اینا گناه داشتن، بی گناه کشته شدن، ولی ده کوفته، ولی تون برای چیه؟ آزادی بیان، یعنی هر کس حق داشته باشد افکارش را بیان کند آزادانه، و تو اگر مخالف منی یا حرف بزن یا با حرف با بیان با من مبارزه کن. چرا هفتیر میکشی؟ خب نتیجه عکس هم داد، دیدیم دیگه چجوری نتیجه عکس داد. روزنامه لیبراسیون این حادثه رو، حادثه چهارشنبه گذشته در شادی هبدو رو با 11 سپتامبر مقایسه کرد و این ساینی که بالای سر ما میبینید جهانی شد. ما هر تلویزیون رو باز میکنیم جسوی چغلی رو میبینیم. گفتیم که فردام 3,000,000 تیراژ میده بیرون. آخرین شماره چارلی هبدو، یعنی اونی که روز قبل از این فاجعه یا همون روز درآمد، تا 80,000 دلار هر تک شمارش خرید و فروش شد. یعنی آقایون کواشی و کواشی ها کارتون نتیجه عکس داد. بعدم دیدیم که اکثر روزنامه های فرانسوی مثل لیبراسیون یا لوموند و سایر بنگاه های مطبوعاتی و بعضی دولت ها و بسیاری سازمان ها چارلی رو کمک کردن برای انتشارشون. الان دفترشون به هم ریخته بوده، در دفتر لوموند یا لیبراسیون کارهای این هفتهشون انجام دادن و نشریهشون فردا آماده انتشار هست. این اما و اگر شماها ما رو کشته، یارو میاد دفاع میکنه که بله ولی، ولی دیگه لازم است. آزادی بیان در حقیقت تفکر در مقابل توحش، بیان آزاد عقاید در مقابل کسی که برای خفه کردن این عقاید اسلحه دست داره، کلاشنیکوف دست داره و چاقو و بمب و آرپیتی. بعدها فکر کردیم که خب میدونید این تروریست ها رو در یکی دو عملیات کشتند، فکر کردیم نمیشد اینا رو دستگیر کنن، اون سازمان های امنیتی و پلیسی با اون اقتدار.
این قسمتی که بهتون میگیم از در هیچ جا ندیدیم ما، این فکر خود ماست. ما فکر میکنیم عمدی داشتن در کشتن اینها. حالا نه این که فکر کنید که ما مثل بعضی رفقامون که این در چند روز با ما صحبت کردن، دایی جان ناپولئونی همه چی رو توطئه میبینن که کار خود فرانسوی ها بوده یا چنین و چنان. نه نه نه، ما از زاویه دیگری به این قضیه نگاه میکنیم. ما فکر میکنیم که اگر فرانسوی ها تلاش نکردند در دستگیر کردن زنده این افراد، به این دلیله که خب چون در فرانسه و بسیاری از کشورهای مترقی حکم اعدام نیست و قانون حاکم است، حالا فکر کنید اینا رو میگرفتن محاکمه میکردن مثلا به حبس ابد محکوم میشدن دیگه نهایتش. خب 10 سال بعد میگفتن اینا طبق قانون چون رفتارشون خوب بوده در زندان یه عفو بهشون میخوره، حبسشون میشه 25 سال. 5 سال دیگه باز یه عفو دیگه بهشون میخورد، قانون حاکمه دیگه، قاضیه که نمیتونه از خودش حکم بده، باید به مطابق قانون عمل کنه، آزاد میشدن و باز دوباره وبال جان جامعه فرانسه میشدن. شاید این دلیل باشه که اینها رو سعی نکردن زنده دستگیر کنن. البته اون دختره که فعلا فرار کرده و رفته، عرض میشود که در ظاهرن ترکیه و از ترکیه هم رفته سوریه، یعنی به دامان مادر پناه برده. یه چیزی دیگه که ما در این چند روز شنیدیم، یه صحبت و فرمایشی از آقای منشه امیر، اون هموطن یهودیمون که در رادیو اسرائیل برنامه داره، چند بار ایشون گله کرد و شکایت کرد که چجوریه که وقتی نمیدونم در فلان جا به کنیسه یهودیان حمله کردند یا در کجا یهودیان کشتند، چه کردن اینجور مردم ابراز احساسات نشون ندادند، ولی در این ماجرای کشتار در شارلی هبدو یه همچین تظاهراتی برگزار شد. تظاهرات دیروز گزارش شده که 3.5 میلیون نفر در پاریس در این تظاهرات در روز یکشنبه شرکت کردند. در جواب آقای منشه امیر نظر خودمون رو میگیم، میگیم که داستان اون ترور و کشتار یهودیان یه جنگ بین اسرائیل و فلسطینی است و به طب هر دو طرف سلاح در دست دارن. اگه نخواهیم بی‌انصافی کنیم، اسرائیلی فلسطینی میکشه، فلسطینی هم اسرائیلی میکشه، ولی در این ماجرا یه طرف RPG و کلاشنیکوف و عرض می شود بمب داشته، طرف دیگه فقط قلم، فقط همین سلاحو داشته. بنابراین روشنه که مردم هم هوشیارند. خب البته نه این که در مورد اون جنایات هم کسی واکنش نشون نداد، بسیاری واکنش نشان دادن، ولی خب این فرق میکنه. این جنایتی که در یک طرف، جنگ نابرابری که در یک طرف اسلحه کلاشینکوف و بمب و RPG بوده و طرف دیگه فقط یک قلم، و خب خیلی داستان فرق میکنه و مردم، احساسات مردم رو بیشتر جریحه دار میکنه. یه چیزی دیگه هم که باز در بعضی از این وسایل ارتباط جمعی به خصوص در اینترنت و فیسبوک دیدیم، مطلبی بود که بعضی از هموطنان کامنت هایی گذاشته بودن زیر این عکس هایی که از تظاهرات روز یک شنبه پاریس، تظاهرات 3.5 میلیون نفری. البته ما خیلی هم تعجب کردیم چطوره که 3.5 میلیون نفر در پاریس اومدن تظاهرات کردن، ولی نه ساندیست بهشون دادن، نه ساندویچ دادن، نه پاکتی دادن، نفهمیدیم چجوریه توی امرقرا وقتی چنین تظاهرات، چون اونجا تظاهرات میلیونی نهده، در نهده هم تظاهرات میلیونی، اما تو اونجا میلیونشون یکی دو تا صفر کم داشت، حالا اون چیز مهمی نیست، ولش کنیم. ولی برای ما سوال بود که در پاریس ما هرچی جستجو کردیم نه ساندویچ دیدیم،
نه پاکت دیدیم به کسی بدن، ولی اومده بودن شایدم از نظر به خاطر فساد اخلاقشون بوده. به هر حال بسیاری از هموطنان نازنین ما، به خصوص اونایی که یه خوردم به اصطلاح عرف معمول چپ میزنن، اعتراض کرده بودن به حضور نتانیاهو و محمود عباس در اون تظاهرات، که اینا خودشون چنینن و چنانن و جنایتکارن. چرا اینا؟ گفتیم بابا جان یه مثال زبان فارسی میگه که تو کاسه رو میبینی ولی کوه رو نمیبینی. شنیدین این مثال؟ مثال بسیار معروفه در زبان فارسی. شما وجود این دو فقره نتانیاهو و محمود عباس و حالا سران کشورهای دیگر رو، پادشاه اردن اومده بود با حضرت ملکش و عرض میشه سران دیگه اینا، اونا میبینید ولی 3.5 میلیون ملت رو نمیبینید؟ خب حالا دیگه واسه این یک قلم کوچیک نتانیاهو و محمود عباس اون 3.5 میلیون نفر رو حقشون رو ضایع نکنید. به چسبی به اون ملتی که اومدن و از آزادی بیان دفاع میکنن و اونجنان نسبت به کاریکاتوریستا و ژورنالیستای مملکتشون ابراز احساسات میکنن. یه خبری هم امروز صبح دیدیم، اعتراضی که شده که به جناب آقای برک حسین اوباما، که چرا ایشون قرار بوده شرکت کنه در تظاهرات نکرده و حتی کسی رو هم نفرستاده، بعد یکی دوتا نشریه هم در امریکا حجبش کردن، سر به سرش گذاشتن که آقا همیشه عقب داستانه، هر اتفاقی میفته این چند قدم عقب تره. البته اخیراً باز آخرین خبر دیدیم که کاخ سفید هم ابراز تأسف کرده از اینکه چرا شرکت نکرده کسی از آمریکا. بعدم گفتیم که آقای اوباما اصولاً اهل صلحه، حتی با یه جانورانی مثل جمهوری اسلامی هم خوشخوشانش میشه که یه جورایی کنار بیاد. به هر حال بنابراین شاید علت این باشه، ولی به هر حال اوباماست و رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان. بعدم بهش اعتراض کردن که آقا تو وظیفه داشتی خودت بری یا کسی رو بفرستی، نرفته. حالا دیگه ما که نمیتونیم حریفش بشیم، فقط بهش میگم آقا چرا نرفتی. بعد یه سوالی خیلی جالب بود، این که چطور شد که از طرف جمهوری اسلامی کسی رو نفرستادن برای شرکت در این تظاهرات. خب نمیشد واقعا. شما فکر کنید که اگر از جمهوری اسلامی کسی رو میفرستادن اونجا، رژیمی که خودش در بسیاری جنایات در اروپا دست داشته، مثل قطع فرخزاد رو گفتیم، ماجرای میکنوس و سایر این چیزا، البته نمیخوایم فرانسوی‌ها رو سرزنش کنیم، ولی یه مقدارم یادتون باشه تماشات بختیار رو در پاریس کشتند، شما لای سیویل گذاشتید، پسرش هم کشتن، شما لای سیویل گذاشتید، دیگر بسیاری از فضلای مملکت ما رو هم در پاریس کشتن، مثل رضا مظلومان، کوروش آریامنش و اینا، همه رو مسمالی کردید. چند سال پیش قاتلین هم برگردوندید، اون انیس نقاش هم که قبلا تحویل رژیم دادید اونجا الان قدر منزلتی داره، این آخرین هم که فرستادید، البته باز بهانه شون این که زندانیش رو کشیده بود تموم شده بود. ولی جمهوری اسلامی رژیم شریف عذر داشت از حضور در این تظاهرات. شما فکر کنید اگر هر کدوم از این سران، حالا یا کوردریزه‌هاشون، شرکت میکردن در این تظاهرات، درست مثل این بود که شما فکر کنید اسقر قاتل رو بیارن بذارن سرپرست کانون کودکان بی سرپرست، یه همچین چیزی میشد دیده. این که همون بهتر شد که، البته اونجا پرزیدنت حسن آقا یه چیز شعرهای گفت که ما هم محکوم میکنیم، یا اون خاتمی خرچنگی هم در نماز جمعه محکوم کرد، منتها با همون اگر اما که نمیدونم اینا چی کار کردن، اینا نظرشون رو گفتن، طنز برداز کارش اینی که اعمالتو به طنز بکشه و کشیده،
حالا اونجوری جواب میدید دیگه مسئله خودتونه. ولی به یه چیزی هم که واقعا فکر کردیم و خیلی نگرانیم، اون سرنوشت بسیاری مسلمانان ساکن فرانسه هست بعد از این ماجرا. خب اینجوری نیست که بگیم همه مسلمان ها تروریستند. البته یه تزی هست که بیشتر تروریست ها مسلمان هند، ولی عکسش درست نیست. یعنی اون داستان شنیدین که میگن گردو گرد است ولی هر گردی گردو نیست. یعنی اکثر تروریست ها به خصوص در عربته، نه اینکه تروریسم فقط تخصص مسلمین باشه ها، مثلا در آلمان هم بادر ماین هوف رو داشتیم، در امریکا هم پوپلس کلان رو داشتیم و مافیا رو در ایتالیا داشتیم. تروریست در هر جا و هر جامعه ای ممکنه پرورش پیدا کنه. در این رسنه و تحقیق اکثر تروریست ها مسلمان بودن، ولی دلیل نمیشه که همه مسلمانان تروریست باشند. ولی دلنگران اون گروه از مسلمانان غیر وابسته به این تفکر ارتجایی و یه خود ملایمتر هستیم که اینا نسل اندر نسل شاید 100 ساله، 80 ساله، 50 ساله در این جوامع اروپایی زندگی کردن، ماست خورش رو میخوردن، کاری هم به کار کسی نداشتن، اکثرا هم در این جوامع غربی از نظر فرهنگی حل شدند. حالا امروز میان یقه اونا رو میگیرن، پس فردا که شما مسلمانی، کما این که در ماجرای 11 سپتامبر رو بعد این داستان ها مگر نبود که ایرانی ها رو میگرفتن در امریکا و به پروندهشون رسیدگی کنن؟ یه مادر مرده‌ای رو گرفته بودن، یا رو اصلا فارسی بلد نبود، پدرن در پدر جدش اومده بود در امریکا، این بچه هم اینجا متولد شده بود و بزرگ شده بود، منتها چون اسم و شناسنامه فارسی روش بود اومده بودن گرفته بودن که تو وضعت چی و اصلا این فارسی بلد نیست. یا این که باز در همون ماجرای 11 سپتامبر یه آمریکایی ابله بی اطلاع ناآگاه اومده بود یکی این سیگای هندی رو زده بود با چاقو کشته بود، فکر کرده بود که عمام سرشه اینم مسلمانه و حتما از اعضای حمله کننده به اون برجاست در 11 سپتامبر. اون هندی بی گناه هم که اصلا سیک بوده و خود مسلمین هم با سیکا معمولا کارد و پنیدن، اونم بی خود جانش رو دست داد. یا مگر نه این که در ماجرای پیر هاربر، حمله ژاپنی ها به پیر هاربر، بعد از اون ماجرا ژاپنی ها رو گرفتن در امریکا، بسیاری رو بردن در این اردوگاه ها، مدت ها نگه داشتن و آزارشون دادن، البته بعدن در سنوات اخیر ازشون عذرخواهی هم کردن. در حال درمان پیش اون مسلمانانی است که در این کشورهای اروپایی بالطبع از تبعات و آثار این جنایت پاریس برکنار نخواهند بود. بسیاری ترک ها و اعراب از کشورهای عربی شمال آفریقا، اینا خب ساکن پاریس هم در اون جامعه هم مستحیل شدن، کما این که یکی از اینا اون چه که نقل میکنن یه کارگر عربی بوده که 15 تا از این کسانی رو که قرار بوده گروگان گرفته بشن نمیدونم در یخچال بوده قایم کرده و بعد اینا رو آزاد کردن و نجات دادن. و خب اینا هم هست، میگه اصل در باغ هست و قوره هم هست، زلیخا هست و شمسی کوره هم هست. به حال هر جامعه‌ای از جمله جوامع مسلمان آدمای اون فرمی مثل برادران کواشی داره و آدمایی مثل اون عربه و یا غیر و زالک هم دارد. ما در آخرین مطلبی که امروز براتون داریم راجع به این فاجعه پاریس، کشتار پاریس، شارلی ابدو هبدو، بیانیه نازنین نسرین ستوده. خوب گوش بدید. خانم نسرین ستوده بعد از این ماجرا یک بیانیه داده در ارتباط با این کشتار پاریس. می‌فرماید خانم ستوده: رفتار خشونت‌آمیز دیگری تعدادی از اهالی مطبوعات را در فرانسه تومه خشم و تعصب نمود. توجه کنید توی ام القرا داره اینا رو میگه ها، در مقابل اهریمنا. اینجوری نیست تو پس توی خونه مثل ما تو پس توی خونش توی محتیار قائم شده باشه شعار بده،
در ایران، ایران اسلامی، ام القرى اسلام در برابر اهریمنان با شهامت. آنان که مدعی دفاع از مذهب خاصی هستند بدانند که هیچ مذهبی چنین خشونت عریانی را توصیه نمی کند. البته نسی خانم بعضیاشون می کند. ما اینجا این جمله را اضافه می کنم. این جانب ضمن تسلیت به خانواده های کشته شدگان و فرانسویان که در این فاجعه عزادارند، از اینکه دولت و ملت فرانسه به بهانه ایجاد نظم و امنیت آزادی دیگر شهروندان را سرد نمی کنند سپاسگزارم. آفرین بر تو نسل خانم، آفرین بر تو. از اینکه در محافظت از دموکراسی از رفتارهای مدنی استفاده می کنید صمیمانه از شما سپاسگزارم. شاید همین اقدامات به ما نیز بیاموزد چگونه با صبر و بردباری در بر موانع دموکراسی و آزادی بیان غلبه کنیم. باز هم درود بر تو نسل ها. تاریخی که ما در آن زندگی می کنیم متاسفانه آلوده به تعصبات مذهبی شده است. بیاموزیم از این تعصبات ویرانگر فاصله بگیریم و به آیندگان بیاموزیم که چگونه با تعصبات دوران خود مبارزه کنند. نسرین ستوده، دیماه 1393. خب اینو داشته باشید. حالا ما از شما بیننده ها و شنوندگان عزیز برنامه ناگفتنی ها و تلویزیون میهن یه سوال داریم. ممکنه یکیتون همین الان بیاین رو خط به بهوانی بگید آیا جای دیدید در تمام این یک هفته از چهارشنبه گذشته تا امروز، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، هفت روزه، آیا یکی از شما در یک جایی دیدی که اون جرثومه فساد، اون زن مخبت طماع، یعنی شیرین عبادی، با اون پشتوانه جایزه صلح نوبل یک کلمه راجع به وقایع پاریس صحبت کرده باشه؟ توف بر تو، ننگ بر تو باد، یک کلمه. که توی تازه اروپا و آمریکا و این ور اون ور پلاسه، احتمالاً تحت حفاظت هم هست، یه بیانیه یه خطی داده باشه. های کسانی که خانوم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، مبارز سیاسی، فعال مدنی، مدافع حقوق زندانیان سیاسی، خاک بر سرت کنن، بدبخت، خاک تو اون سرت کنن به قول بهبهانی. یک کلمه، یک گشتی تمام این نشریات و این چیزها رو زیر رو کردیم ببینیم یک کلمه، ببینیم از این جرثومه فساد، این کثافت، یک کلمه، یک دو خط نوشته باشه راجع به این جنایت. مطلب دیگه برخورد همشهری های خودمونه. نشریه ژورنال دو مونریال، گفتیم نشریه‌ای که در روزنامه است، در حقیقت هر روز در مونریال چاپ میشه. این بچه های ژورنال دو مونریال در یک کلمه به قول پرویز صیاد موجز و مختصر راجع به این قضیه اظهار نظر کردن. این کار ژورنالیستی. ببینید روز چهارشنبه این اتفاق افتاد، این نشریه مال روز پنجشنبه است، این نشریه مال روز پنجشنبه است. عکس این دوتا جانی رو انداخته، صحنه ای هم از درگیری اینا با عملیات تروریستیشون انداخته. یک کلمه مختصر و مفید نوشته: بربرز، بربرها، وحشیها. همین، کوتاه، مختصر و مفید. لقب بربرها بهشون بود، یک کلمه کوتاه. البته داخل نشریه چند سفر رو به این فاجعه اختصاص دادند، ولی اون چه که برای ما جالب بود بیان این خشم راجع به این جنایتی که در پاریس اتفاق افتاده بود در یک جمله، یک کلمه. و
بربری هست. بربر. اما مطلب دیگه، فرمایشات جناب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه است بعد از این ماجراها. ایشون فرمودن که تروریست ها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. راست میگن چی میگین؟ آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور محبوب و محترم کشور فرانسه گفتن که تروریست ها هیچ ارتباطی. ما تحقیق کرد رفتیم ببینیم فرمایش رئیس جمهور فرانسه چقدر معتبره، دیدیم راست میگه واقعا، اصلا این تروریست ها به اسلام ارتباطی ندارن، اینا به عمه جان ما ارتباط دارن. یعنی عمه جان ما اینا رو وادار کرده بیان دست به این جنایت بزنن. البته آقای رئیس جمهورم تقصیر نداره ها، 5-6 میلیون رأی مسلمین فرانسه تو کاره، اینم شما در نظر بگیرید، ناچاره به هر حال 5-6 میلیون اینا در فرانسه هستن و آقای فرانسوا اولاند که در این روزهای اخیر از محبوبیتش هم کم شده بود بعد از این فاجعه، به مصداق حدیث شریف تقاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاس لیسان، آقا ریخت نقل کرد ریخت جیبش و الان یه جورایی دارن قهرمان ملی خطابش میکنند. تا این آقا میگه که این تروریست ها به اسلام ربطی ندارن. ما گفتیم تحقیق کردیم راست میگیم. روز بعد از این فاجعه هم که میدونید در میدان ریپابلیک صدها هزار نفر به خیابون اومدن، کشید تا یک شنبه گذشته روز 11 ژانویه که این تعداد تظاهر کنندگان به 3.5 میلیون نفر رسید. اونم حیرت داریم که یه دونه گفتیم ساندویچ و ساندویچ و پاکت پول و هیچ. البته امروز هم یکی از این وحوش حاکم بر جمهوری اسلامی گفته بود چرا این نشریات ما هی این قضیه رو گنده میکنن، به جای اینکه به این تظاهرات پاریس بپردازن به تظاهرات میلیونی نوه دی بپردازن. 6.5 آدم و با ساندویس و عرض میشود طول و برشمند چلو کباب و موشابه و بسته های پول و اینا آوردن بعد از ماجره های جنایت انتخابات 88 به نام تظاهرات میلیونی نوه دی. اونو میگن تظاهرات میلیونی. نه بابا، تظاهرات میلیونی این پاریسیه هست. بگذاریم. چند تا خبر کوتاه براتون داریم، اینا رو هم گوش بدید. علیرضا نوذری قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران که مخففش مثل این که میشه آب با آب و فاضلاب تهران، فرموده که وضع آب تهران وخیم است. آره بارندگی کم بوده، دریاچه اینم پشت سد فلان کرج کم آبه، دریاچه پشت سد لطیان کم آبه و خطر بی آبی تهران رو تهدید میکنه. در یه جمله وضع آب تهران وخیم است. اما راهکار و چاره اینو ایشون خودش گفته، گفته مردم باید برای نزول باران دعا کنند. یعنی اصلا به کار کارشناسی و اینا نیاز نیست، اون همه طاغوتی و استکباریه. اگه مردم برن دعا کنن احتمالا باران میاد، دریاچه‌های پشت سد پر میشه، مشکل بیابی تهران حل میشه. مطلب دیگه که ما حقیقتش روزی که اومدیم به این مدینه منوره مونرال دو سه چیز این شهر خیلی برامون جالب بود. یکی این که یادمونه تو تهران وقتی میرفتیم دربند مثلا بالا کوها نگاه میکردیم، تهران معلوم نبود، با یه ابر سیاهی دود و کثافت پوشیده بود.
و بعدم شبا گاهی که یک و دو بر شب میرفتیم تو کوچه، یه صدای وحشتناک بوق در تمام شهر، یعنی همه تو کار بوق زدن بودن، اینو میشنیدیم. اینجا این دو مسئله نیست، یکی اینکه هوا بسیار سالمه، گفتیم گاهی ما میریم تو این بالکن وامیستیم، هوای مونتریال انقدر تمیزه که ما پنجره‌های ساختمان‌های مونتریال هم می‌بینیم. یکم اون آلودگی صوتی وجود نداره. بعد فکر می‌کردیم چرا؟ علتش چیه؟ سر هم در نمی‌آوردیم. گفتیم شاید اون آلودگی هوا و آلودگی صوتی تو ایران کار این کفار استکباریه، احیانا توطئه امپریالیسم جهانی و از می شود موساد و CIA و MI6 و اینتلیجنس سرویس و ایناست. ولی اخیرا فهمیدیم علتش چیه، حالا براتون توضیح میدم. آیت الله حائری شیرازی، ببینید این کشف علمی واقعا در مقابل کاری که مرحوم جنت مکان اینشتین کرده در اون تئوری نسبیت، طرح اون تئوری نسبیت، این اصلا اون رو گذاشته تو جیب. شاهکاره. آیت الله حائری شیرازی فرمودن اگر هوا کثیف است دقیقا به این دلیل است که ما به دین عمل نکردیم. یعنی اگر به دین عمل میکردیم هوا کثیف نبود. حالا فکر کردیم که احتمالاً این کفار کانادایی، حالا ما شیطان بزرگ که هنوز محبت به زیارت خاکش نشدیم، ولی اینجا که آشنا هستیم احتمالاً اینا به دین عمل میکنن. که هنوز پیشم یه جایی دیدیم که نوشته بود اون حکومت عهد علی که امام راحل سلام الله علیه وعدش رو داده بودن، الان در بسیاری از کشورهای غربی و استکباری اجرا داره میشه. تو این شهر خودمون هم هست، تو این مملکت ما هم هست. یعنی اینجا اگه کسی مشکل دراگ و الکل و در حد المپیک نداشته باشه، کسی از گشنگی نمیمیره. یعنی حالا یا کار هست میتونه کار کنه، نباشه دولت کمک میکنه. ما نمیدونیم احتمالاً آنا چجوریه اونجا که اونا مدعیان که اسلام نابو دارن پیاده میکنن و این درست خلاف فرمایش حضرت آیت الله است. یه چیز دیگه که یک حیولایی، حیولا بگیم بهتره، چون اگه بگیم حیوان به این گربه بر میخوره بعدش میاد، چند بار با ما دعوا کرده که پیر انقدر این جانیان رو به ما تشبیه نکن، به ما توهین نکن. گفتیم چشم باش دیگه، ما اصلا حیوان نمیتونیم. یه حیولایی به نام آیت الله محمد یه تاکندی، یه روپی برای یه ده از این گوسفندان صحبت میکرد، در لابلای صحبتش فرمایش جالبی کرده، گفته ما وقتی پیروز شدیم حقش بود که تمام زنای دشمنانمون رو میگرفتیم و خیلی آقایی کردیم که نگرفتیم. یعنی احتمالاً زن تمام سران رژیم سابق و آقایون، البته در اسلام هم هست، وقتی جایی رو فتح میکنن خب زنها جز غنایم جنگی، منتها اون موقع یه جورایی جامعه ایرانی اینو نمیپذیرفت. یعنی مسجدی بود که توش جای گزیدن نبود در حقیقت. حالا کم کم البته داره یه جورایی این کار پیش میاد. آتنا فرقدانی یا فرقدانی، حالا فکر کنم فرقدانی باید درست باشه، همون دخترکی که جزء مبارزین هست و جزء گروه‌های طرفدار صلح و طرفدار کمک به مردم، ایشون وقتی که یک ویدیوی انتشار داده و در اون به مظالمی که در زندانی که بوده بهش رفته عرض می‌شود اعتراض کرده و احضارش کردن و جلوی چشم پدر مادرش به شدت کتکش زدن، بعدم فرستادنش
زندان قرچک برامین، یعنی جایی که جای فاحشه ها و دزدا و قاچاقچی ها هست. امروز هم در اخبار دیدیم که تلفنی زده با صدای لرزان از اون چی که بر سرش داره میاد گفته بود کرده. بکنید این ظلمه رو، ببینیم که به کجا میرسید. ادامه بدیم. در هفته گذشته در نیجریه این بی‌انصاف های بوکو حرام، بی‌انصاف که بگیم ظلمه، بی‌انصاف ها، چون بی‌انصاف ها از این جنایت ها نمی کنه، یه بی‌انصافی کوچولو می کنه. حالا بگذاریم، یه دختر بچه 10 ساله رو بهش بمب می‌بندن، می‌فرستن توی جمعیت و این بمب رو از راه دور منفجر می‌کنن. اون دختر بچه وسط دو تیکه میشه، 20 نفر در اثر این انفجار بمب کشته میشن و چندین نفر زخمی. نمی‌دونم چی بگم. پس سوالمونه آیا همون اسلام که حالا خیلی انتقاداتم بهش هست اجازه همچین کاری رو، ما به این کفار و استکباریون و این آدم های فاسدی مثل خودمون کاری نداریم که با این چیزا مخالفن، خودمون باوراتون اجازه میده به یه دختر بچه‌ای که خودش نمیدونسته چی داره حمله میکنه، اون بچه نمیفهمیده، بچه 10 ساله، اون بهش ببندیم بفرستیم توی زمین؟ البته این نشون میده که دیگه بزرگترا نمیکنن، زیر این بارا نمیرن اینا. حالا به بچه ها در عراق هم همینطور، از آدمایی که عقب افتاده ذهنی هستن یا بچه های کوچیک برای این معمولیت ها استفاده هم. بی انصاف ها، رزلا، کسیف ها. هم یه خبر براتون داریم، حتما شنیدید، خانوم خرجنده رو که میشناسید، الهام خرجنده، که حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان چندی قبل ضمن تشویق ایشون و دادن هدایایی، حالا کاری نداریم، به ایشون فامیلیش هم عوض کردن، زهرایی شده مثلا فاطمه زهرایی یا زهرای زهرایی، اسم و فامیلی و هر دو رو اسلامی کردن. برحال ایشون فرموده به فاصله 1 ماه و 4 روز که رهبر معظم انقلاب به من لقب زهرایی دادند، 3900 نفر را نفر به کمک من حاضر به استفاده از تاج بندگی با چادر شدند. یعنی ایشون بعد از اینکه خودش به قول خودش حجاب برتر یعنی چادر رو انتخاب کرد، بعدن 3900 نفر دیگر رو هم ایشون اصلاح کرده و چادری کرده. بعد به همین مناسبت طویله، یعنی منظورم همون مجلس شوراست اسلامی، اون وحوش داخل اون طویله از ایشون دعوت کردن، بردنش اونجا و تشویقش کردن و بعد گفتن که بله ایشون چون خودش جوانه، البته فکر نمی کنیم زیاد جوان میشه، و اگه ما هم جوانیمون هم جوانه، البته خیلی از ما کوچیکتره ها، چند ده ماهی از ما کوچیکتره. بها گفتن ایشون به دلیل اینکه خب یک شخصیت مشهور سینمایی هست و اینا، یعنی خلاصه بهتر میتونه مغز بشوره، و اولنش اونجا رو تشویقش کردن. اگر به این ترتیب پیش بره احیانا چند وقت دیگه ایشون نماینده طویلم خواهد شد، مثلا نماینده مجلس شورای اسلامی از طرف زنان محجبه و چادری تهران، این هم یه فراکسیونی در مجلس. در حال داره خانوم چرخنده خرجنده مست میگیره دیگه، حضرت رهبر و سایر عرض میشود که آقایان به ایشان مزد میدن، مزد کارایی که کرده گونه گونه داره میگیره. عرض به حضور محترمتون، صبح امروز نازنین پیران ما زنگ زد، قبل از اینکه ما بیایم سر برنامه، ما پیران به ما لطف داره همیشه آخرین خبرها رو حتی شده در آخرین لحظه به ما میگه، دو تا خبر داد، گفتیم پیران جان
خبرت رو داریم، این دوتا خبر رو که به ما دادی داریم، و اون دوتا خبر این بود که یکی افغانستان تصمیم گرفته دیگه از ایران بنزین نخره. شما فکر کنید افغانستان، کشوری که در یه زمانی خیلی خوب، ما البته افغان ها رو دوست داریم، مردمان بسیار مهربانی هستن، کشور افغانستان هم در حقیقت ایرانه، در حقیقت دیگه ایران بزرگه که شما در نظر بگیرید، افغانستان هم کما اینکه تاجیکستان رو عرض میشه کشورهای اقمار سابقه کشور شوروی، اینا همه جز ایران بزرگ بودن. به هر حال اونها هم بیشتر از سران امور قرا به فکر سلامت مردمشونن و اعلام کردن که به دلیل آلودگی بنزین ایران ما دیگه از ایران بنزین نمیخریم، جان مردممون در خطره. ولی اون بنزین آلوده همچنان جان مردم خود ما رو هفته گذشته باور کنید دو تا خبر ناگوار شنیدیم از دو مورد سرطان در دو شخص از وابستگان ما، از حیرت انگیزه. سناشونه که نگاه میکنیم کوچولو، جوان، میانسال. بر البته دیروز یکی از این جانوران گفته که این اشعه های پارازیت ضرر نداره، فقط یه ذره گرم میکنه، برای سلامت مضر نیست. خبر دیگه هم که آقای پیران به ما دادن که باز دیده بودیم در این وسایل ارتباط جمعی، اینه که میگه پسران ایرانی تلاش میکنن با دخترهای افغان ازدواج کنن، بلطب به این ترتیب میشن حبیه افغانستان، بعد میان از پاسپورت افغان میگیرن، پاسپورت افغانی میگیرن، بعد خب میان در کشور اروپایی، اونجا هم افغان ها مزیت دارن برای اومدن به کشورهای غربی، از این موقعیت استفاده میکنن. یادمونه یه دوستی داشتیم، ایشون در زمان مرحوم آریامهر در شرکت لوفتانزا کار میکرد. بعد یه روز داستان جالبی میگفت، میگفتش که خب ما بلیت میفروختیم برای همه دنیا از جمله آمریکا. مثلا یه روز صبح 60 تا ایرانی قصد رفتن به آمریکا داشتن، بلیتاشون رو صادر کرده بودیم، گذرنامه هاشون رو میذاشتیم توی پاکت، میدادیم دست مثلا آبدارچی شرکت یا اون موتور سواری که کارای شرکت انجام میداد، میبرد سفارت آمریکا، ساعت 9 صبح تحویل میداد، ساعت 2 بعد از ظهر میرفت اینا رو همه رو ویزا صادر شده تحویل میگرفت، میبرد میداد و ما میدادیم به مردم، ما پرواز میکردن به آمریکا. به این سادگی بود. مانا به قول معروف باید بگیم نور قبرت بباره آریامهر، خود بی انصافی نکنیم، این چیزا که چیزی نیست که بشه کتمان کرد. اون زمان مردم مشکل های نداشتن، یه موقع می رفتیم می دیدیم اشتسن بقال بقالیش تعطیله، یه هفته خبری ازش نبود، یه هفته می رفت، دو هفته، یه ماه اشتسن نبودی، تعطیل کرده بود. نه بابا، رفتیم با رفقا آلمان یه بی ام دبلیو خریدیم گذاشتیم توی خاور اومدیم، یعنی مشتسن مغازه رو میبست، ویزام که نیاز نبود، راحت میرم آلمان، دلارم 7 تومن بود، مارکم اون موقع 25,000 بود، یه دونه بی ام دبلیو میخرید، بی ام دبلیو 2002 اون موقع خیلی سوخته داشت، میذاشت به قول خودش تو خاور، تو این کامیونای کامیونت های بنز و کامیون های کوچکتر بنز و خاور میگفتن، دوتاشو میخرید، اونو میذاشت تو اون یکی، میمد ایران، هر کدومو میفروخت یه چیزی گیرش میمد، خرج سفرش هم مجانی در میمد. حالا کار به جایی رسیده که جوان ایرانی باید بره با دختر افغان ازدواج کنه تا بتونه تابعیت افغانستان رو بگیره. والا در این روزها، ظرف یه هفته ده روز پیش، یه حقیقتی رو بهتون بگیم، ما تقریبا تمام حقوق عقب افتادمون رو گرفتیم. تعجب نکنین ها، ما حقوق عقب افتاده داشتیم، ما 42 برنامه در
میهن تیوی اجرا کرده بودیم و هیچ حقوقی نگرفته بودیم. اینا همه جمع شده بود، البته گاهی یه خوردهی گرفته بودیم، ولی هفته پیش و تو این 10 روز و 1 هفته اخیر قسمت عمده شو بهمون دادن. نه که فکر کنید دلار و یورو و ارز میشه مانی اوردر و پیپلا از این حرفا، نه، حقوق ما را هموطنان جور دیگه دادن. در طول این 10 روزی هفته ما گاهی قبلا از هموطنان ایمیلی میگرفتیم، تلفنی به ما میزدن، ولی این هفته واقعا انقدر از این پیاما بر ما رسیده که خب ما چون اصرارم داریم حتما جواب بدیم به این لطف هموطنان، وقتم کم آوردیم. خب خیلی هاشو جواب دادیم، حداقل شده با یه خط یکی دو خط، ولی بسیاریش هم مونده. بهشون قول میدیم به شما که در طول این هفتهی که در پیشه ظرف امروز و فردا همه رو جواب بدیم. به هر حال موزمون یه موقع شایع نکنیم خراسانی پول گرفته ها، پولی نبوده، محبتی بوده. حالا واسه تون توضیح بوده. آقایی از سوئد یه ایمیلی برای ما فرستادند. حالا این ایمیل حاوی یه سری مطالبه که اون چی که برای ما در این دریافت این ایمیل مهمه، بیشتر از این که مطالب توی این ایمیل باشه که جنبه آگاهی دهنده داره و ما در برنامه هامون خب میتونیم ازش استفاده کنیم، توجهی است که شما هموطنان به حرفای این بنده ناچیز میکنید. این هموطن نازنین که اینجور که از مطلبشون پیداست بیننده و شنونده برنامه های به خصوص میهن تیوی و برنامه ما هستند، نوشتن بعد از سالها درودهای بعد از ارسال درودهای صمیمانه برنامه 30 دسامبر شما را که دیدم، لازم دانستم مطلبی را با شما در میان بگذارم و آن این که سعید شمیرانی، یعنی همین آبی با این شمیرانی مفتیاری اشتباه نکنید، اون این که در تلویزیون ایران آریایی با اون وطنخواه برنامه داره و با اون کوروش رادمنش، سعید شمیرانی در سالهای اولیه دهه 90 میلادی به سوئد آمده و تقاضای پناهندگی نمود که دولت سوئد وی را واجد شرایط نشناخته و در 3 نوبت حکم اخراج برایش صادر بود. بعد یه سری مطالب دیگه نوشتند راجع به این مومن که اینا چون یه مقدار جنبه شخصی داره، ما شرط جوانمردی نمیدونیم که اینا رو بگیم، همینطور سربسته بهتون بگیم که بالاخره ایشون موفق میشه به طریقی اونجا بمانه و به هر حال از اخراجش کمکش میکنن که جلوگیری بشه، یعنی دولت سوئد اخراجش نکنه. ولی باز میگیم خیلی مسائل شخصیه و ما نمیخوایم مسائل شخصی ایشون رو فاش کنیم. این دوستم به ما اعتماد کرده، البته نگفتیم نگیم، ولی ما خودمون یه ذره اکراه داریم که این در سوئد چه میکرده و چه فرم زندگی میکرده. فقط برحال اونجا ساکن میشه و میمانه. بعدم خب باز اون هموطنانمون بهش کمک میکنن که یه جوری راسویسش کنن، بفرستنش این بر که بعد اومد در امریکا. ولی برای این که گوشی دست شماها بیاد که این یه جمله فقط اجازه بدید اشاره کنیم که امروز نمیدانم، این دوستمون نوشته، اما آن روزها حتی نمیدانست که واژه سیاست را
با سه نقطه می نویسند یا با ساد. یعنی اونجا اصلا تو این مودا نبوده، تو این برنامه ها نبوده اونجوری که این دوست نوشتند، و معلومه ایشون اشراف داره به قضیه. این دوست فرستنده این ایمیل در اونجا دستن در کار بوده و در تماس بوده. بعد ناگهان سر آورده این ور شده رهبر انقلاب و امروز مردم رو تحریک میکنه که بیاید تو خیابون و مسئله نیست. 5 میلیون بیاید تو خیابون، 100,000 نفرتون رو میکشن، بیشتر که نمیکشن، بقیهتون میمونید. شما که هفته چند تاتون میکشن، خب یه جا بکشتن که راحت چی؟ بگیم دستمون بسته است این ایمیل رو براتون بخونم. شرط جوون مردی نمیدونیم. یه جمله دیگرش هم براتون میخونم، نظر این دوسته. میگه اگر فردا ولی فقیه 2 دلار بیشتر به او بدهد، نوکر او خواهد شد. ملاحظه میفرمایید که چرا ما اینقدر گرفتاریم؟ از ما سوال میکنم و با چه معدون حیواناتی آمده این 13 به در راست میده. و جالبه که این آقای شمیرانی با این سابقه، میگیم دستمون بسته است. خیلی چیزای جالبی دوست محترم نوشته. بعد هم خب بعد از این ایمیل چند تا ایمیل دیگه برای ما ایشون فرستاد در ارتباط با این داستان. عرض می شود که بعدم گفته قسم خورده، مثل خودمون البته نه، که به 2 دست بریده آقا قسم می خوریم. گفته که من هیچ قصدی برای خراب کردن کسی ندارم، راستم میگه. از فهوای نامه پیداست، میگه میخوام فقط بدونید با کی طرفی مردم. این بابا و البته ما هم از سابقهش بی اطلاع نیستیم دیگه. این همون کسی بود که حقا رو آورد و اون افتضاح رو برای مردم ایران فراهم کرد. آره دوست عزیز سعودی ما، ممنون از محبتت برادر، ولی میگیم نمیتونیم. هم که خودمون بدونیم حالا هر از گاهی، فقط ما هم هیچ نه قصد خراب کردن کسی رو داریم. به مردم هشدار میدیم مواظب باشید. یارو که میاد توی تلویزیون میشینه از طریق این دریچه میتونه مغز بشوره. مواظب باشید که اخفالتون نکنه. برگردید به داستان که این کی بوده، چی کاره بوده. باز یه عرض می شود که ایمیل دیگری گرفتیم از یه نازنین دیگری که این ایمیل رو از آلمان برای ما فرستاده. این خبر رو البته در اینترنت هم دیده بودیم، ولی ایشون خب لطف کرد فرستاده، ما اینجا پرینت کردیم برای شما بخونید. اینم خیلی جالبه. گفتیم براتون که اینجوری نیست که همه مسلمانان تروریست باشند، بلکه خب بسیاری از تروریست ها مسلمانند. این جمله رو راجع به آخوندان میخواییم بگیم، اما یه خود دست و دلمون میلرزه. ولی خب بعضی نمونه ها مثل اون آقای کاظمینی بروجردی که الان در، البته ایشون هم باز اون بیس تفکر اسلامی و شیعوی رو داره ها، منطقه الان در ظلم. یکی از ما یه بار سوال کرد که تو فکر میکنی اگر به جای خمینی آیت الله شریعت مداری رهبر انقلاب بود بس فرق میکرد؟ گفتیم آره. چجوری خوب میشد؟ گفتیم نه، آیت الله شریعت مداری احتمالا میشد رهبر انقلاب، میداد خمینی رو بکشن و بعد هم همین کارهای که خمینی کرد او میکرد، یا حالا با اندکی تصرف و ترتیز. شاید اون باز یه خوبه مهربانتر بود، به کنترلی می‌داشت که بعضی جنایات انجام نشه. بگذاریم
آیت الله نکونام که در دوران ستمشاهی نیز سابقه بازداشت توسط ساواک را دارد، یعنی این بابا زندانی دو رژیم هست، این آخوند زمان شاه هم در زندان بود. پنجشنبه گذشته در پی هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. آیت الله یعنی از جنس خودشون، هم لباس خودشون، هم عمامه و هم قبا و هم ردای خودشون و مامور امنیتی ریختن گرفتنش. این استاد حوزه علمی قوم، استاد حوزه علمی هم هست بنده، به سخنان آیت الله مکار نیم شیرازی، همون یارو شکر فروشه، علیه اینترنت پرسرعت واکنش صریحی نشان داده و گفته بود این آقا نمیتواند از اینترنت و فیسبوک استفاده کند، میگوید همش حرام است. راستم میگه آقای آیت الله مکار، مکار نیمه شیرازی، متعلق به قرون اعصار گذشته است، اهل اینترنت نیست. میاد گاهی البته تلویزیون اهل این وسایل اعتبار جمعی استفاده میکنه، پیش وسایل پیشرفت بودن تلویزیون چی اسمش؟ ولایت نامیاد جلسات درسشو با میلیون ها دلار به قدر ملت بخش میکنن برای امت حزب الله در امریکا و کانادا و مکزیک و عرض میشود اروپا. بگذاریم آیت الله محمد رضا نکونام از مدرسین حوزه علمی قم از 4 روز قبل در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد. به گزارش کلمه این پژوهشگر و استاد حوزه که از جمله علمای نواندیش حوزوی محسوب می شود، پنجشنبه گذشته در پی هجوم ماموران به منزلش بازداشت شد و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. مثل همه اینایی که دست بیرون میشن بازداشت میشن و از محل نگهداریشون هم اطلاعی در دست نیست. آیت الله نکونام که در دوران ستمشاهی نیز سابقه بازداشت توسط ساواک را دارد، محضر چهره های سرشناس فقه و حکمت شیعی و بزرگانی همچون علامه شعرانی، مرحوم الهی قمشه‌ای، سید احمد خونساری، علامه طباطبایی و علامه رفیعی قزوینی را درک کرده و شاگردان میرزا هاشم آملی، پدر این لاریجانی ها، شیخ محمد باقر کمره‌ای، مرتضی حائری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی بوده است. یعنی این شاگرد بسیاری از همین گردن کلفتا بوده بنده خدا. وی بیش از 150 کتاب در زمینه فقه و اصول، فلسفه و حکمت، عرفان و معرفت دینی، تفسیر و قرآن پژوهی و نیز شعر و ادبیات و موسیقی و مسائل اجتماعی و سیاسی منتشر کرده یا در دست تدوین و انتشار دارد. یعنی معلومه از نظر تفکر یه سرگردن از آخوندهای دیگه بالاتره، حالا قطعه اپسیلون، و همین دلیل دشمنی آخوندهاست باش. این استاد حوزه علمی قم که از منتقدان جریان تحجر در حوزه به شمار می رود، چندی قبل به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابزارهای جدید میگویند اینترنت و فیسبوک حرام است، انتقاد کرده و گفته بود من به طلبه ها میگویم، من به طلبه هایم گفتم بر شما واجب است که فرش زیر پایتان را بپوشید و بروید لپتاپ یا تبلت بخرید. گفتم اگر نتوانید برای 1 میلیارد حرف بزنید مفت نمیارزید. مسلمان کسی است که متمدن باشد، متدین باشد، نه اینکه خرفت باشد. اینو به حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان و آیت الله اون یارو خاتمی خرچنگیه و سایر اراذل اوباش بگو آقا. البته بهشون گفت، به اینا گفتید. او تنها چند روز پس از انتشار سخنان منتسب به آیت الله مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت، از پایین بودن سرعت اینترنت در کشور انتقاد کرد و گفت ما با اینکه این همه حلق اینترنت را فشار داده این و سرعت اینترنتمان در حد گاری است، بچه های مدرسه نرفته ما هم همه با اینترنت و کامپیوتر کار میکنن. اینو میگن آخوندی که خب یه سر گردن از اینا بالاتره، چیز میفهمه، عقلی به هر حال
در کله داریم. من میگویم ما به جای حلزون شدن سوار این قطار جهانی شدیم. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. آیت الله مکار میگه ها، میگه اگه تو اینترنت بلد نیستی خب برو تو کارت. اما این آقا نمیتواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند. میگوید همه اش حرام است. یعنی آیت الله زده به خال سیبیل حضرت آیت الله عرض می شود مکار نیمه شیرازی رو دود داده، آب رو حیثیت برده، گفته که تو بابا اگر اینترنت و شورش و فهمیدنش رو نداری میگی حرامه. خودش هم به طلبه هاش گفته برین فرش زیر پاتون بپوشین، تبلت یا کامپیوتر لپتاپ بخرید. بهار باز میگیم عسل در باغ هست و کوره هم هست، زلیخا هست و شمسی کوره هم هست. ما را حس میکنیم الان از اولی که برنامه رو شروع کردیم، حس میکنیم که شماها یه جونیتون داره میشه، یه جورایی سوال داری. ما اهل این قرتی بازی خط گرفتن نیستیم و سوالتونم احتمالاً اینه که این لک و پیسای خونالود روی سر صورت ما چیه. میدونیم دیگه، ما که بالاخره همدیگر رو به عنوان هموطن خوب میشناسیم. این حس کنجکاوی که البته اسم بدی هم داره، میگن اگر فضولی بازنشستگی داشت بیشتر هموطنان من و شما در 25 سالگی بازنشسته شد، یعنی صنوات خدمتشون پر میشد. به هر حال آره، باید توضیح بدیم براتون که چه بر ما گذشته، چرا بسیاری نقاط خونالود و رنگی و سیاه و اینا رو سر صورت میده. در این رابطه 3-4 روایت هست. یه روایت شیعه داریم در این رابطه، یه روایت سنی داریم، یکی هم روایت پاناسونیکی، یعنی همون مذهب حقه خود ما. روایت شیعه میگه که آره چند شب پیش خراسانی با یه ده این لش و دوشا و علی اکبر و جان پیر و این لش و دوشای دیگه عراض نوباش رفتن کافه عرق‌خوری، اونجا ظاهرا درگیر شدن، یکی با مشت زده سر چشمش رو زخم گیری کرده. این روایت شیعیشه. روایت سنیشم اینه که میگن نه، اون روایت شیعه که خلقلته، اصلا روایت شیعی هیچ کدوم اعتبار نداره، این روایت سنی درسته که احتمالاً خراسانی یه دستی از پا خطا کرده، اختر عیالش با یه مایتابهی چوب رشته بری چیزی زده ناکارش کرده. اینم روایت اهل سنت راجبه این قضیه. اما یه روایت پاناسونیکی هست که این هم براتون میگیم، حالا خودتون از بین این 3 روایت بدونید که کدومش معتبرتره. والا ما مدت ها بود، چند سالی بود که این لکه های سیاه که میدونید معمولا بعد از 25 سال دی برای هر شخصی یه اشکالات ریدی کتولوی پیش میاد. در مورد بسیاری مردان ما دیدیم همین، یا خانوما فرق نمی کنه، لکه های قهوه‌ای رنگ و سیاه رنگیست که روی چهره و صورت نمایان میشه. یه بارم رفتیم پیش یه دکتر هموطنمون، نشونش دادیم گفت اینا مهم نیست، من احتمالا گفت حالا یه جوری بمون تا بمیرید که آه اینا رو بخوای ورداری بعد جاش میمونه. گفتیم تو کسی نمیخواد خواستگارمون بیاد بمونم. گفت نه حالا احتمالا شاید صرف نمی کرد که با نرخ دولتی یه همچین کاری انجام بده. این برداشت خودمون ها، چون اینجا دولت میده پول اینا رو و احتمالا دولت برای اینا نرخ داره، اون نرخ هم آقای دکتر ممکنه راضی نباشه. در حال رفتیم پیش دکتر خونوادگیمون، اون نگاه کرد و
که خود این دکتر خانوادگیمون یکی از امامان مذهب حنفی پاناسونیکه دیگه، به ما گفت بریم متوسل بشیم به یکی دیگر از امامان مذهب حنفی پاناسونیک. نامه ای داد و ما را حواله داد، گفت برو اونجا دقیق ببند. اون امام یا امامزاده حاجتتو میده. ما هم رفتیم و دخیل بستیم و اون موقع تابستون بود. اون امام علیه السلام نگاه فرمودند و فرمودند که الان وقت این کار نیست، چون هوا گرمه، باید بری زمستون بود. گفتیم چشم، برو زمستون خبرت میکنیم، بیا درستش میکنیم. گفتیم باش. بعد دیگه موند و تا افتاد بعد در سال جدید و یه روزم که رفتیم دکترمون رو ببینیم، رفتیم گفتیم چی شد، شما قرار بود که ما رو خبر کنیم برای اصلاح صافکاری و رنگ این لکه ها. گفت بله خانم دکتر، البته بگیم این خانوم دکتریست، یعنی میدونید در مذهب حقه پاناسونیک زنان هم میتونن به پیغمبری یا امامت برسن، مثل سایر به مذاهب نیست که فقط مردان به مناسب پیغمبری و امامت برسن. این پیغمبر، این امام، ببخشید، مذهب حقه پاناسونیک که ما بهش چیز شدیم، متوسل شدیم و دخیل بستیم، از بانوانه و بسیار هم بانوه زیباییست و عرض میشود که خیلی مهربان. همون که دیدیدم رفتیم، چند تا مریض هم اونجا نشسته بودن، به دستان فرانسه به ما فرمودن که مادام خیلی جانتیه، یعنی خیلی مهربان. خلاص با دیروز قرار داشتیم، رفتیم و بیشن اومد و عرض میشه که نگاه کرد و نمیدونیم یه عصایی داشت، احتمالا مثل عصای موسی که این معجز میکرد. با این عصا شروع کرد به ورد خوندن. وردش هم تا اونجایی که یادمونه مثل این که شبیه آوازاییست که همین بانو سلین دیون میخونه، یه همچین صدایی در گوش ما داشت. البته ما که جز مسلمینیم و این روال اینا که جز کفارن درست حالیمون نیست، به هر حال ایشون اقداماتی انجام داد و دعا خوند و اون عصا رو به سر و صورت مبارک ما این ونورد کشید و بعدم یه نسخه داد و گفت که برو و دوباره یه ماه نیم دیگه بیا، چون که بعضیاش اونقدر عمر فاجعه زیاده که با یه جلسه حل میشه. به هر حال اینم روایت پاناسونیکی از این ماجرایی که بر ما گذشت. حالا این روایت به شکل روایت بیان کردیم، ولی خب این کفار و این پیغمبر مذهب حق پاناسونیک اینجور که میگن، میگن که با ازوت مایه این نکته ها رو بر میدارن. نمیدونیم که احتمالا این ازوت مایه شاید یه بردی بهش میخونن مایه میشه، این حال دیگه ما عقلمون نمیرسه. برحال این بود، گفتیم که یه موقع زیاد منتظر نمونید اگر که تعصب دارید که بدونید یا میخواید بدونید که چه بر سر پیر اومده. این بوده، این لکه ها اون دو روایت شیعه و سنی روایت صحیحی نیست و این روایت پاناسونیکی از همه معتبرتره. حالا خود شما دستن اونا درست باشه. میخوایم یه اخطار بهتون بکنیم و اون اخطار اینه که یادتون باشه دیگه، مبادا وقتی میخوای صحبت این کشور بزرگی که در جنوب کشور کاناداست به نام آمریکا ازش یاد کنید، یه چیزی به نام آمریکا وجود نداره، یعنی هم غلطه هم حرامه که شما اسم این سرزمین بزرگ بین دو اقیانوس اطلس و آرام رو که از جنوب کانادا شروع میشه تا شمال مکزیک ختم میشه، از این به بعد بگید آمریکا. اصلا اسمش آمریکا نیست، آمریکای اسم جعلیه و بعضی مخالفین اسلام این اسمو
یعنی حق و ضایع کردن در حقیقت. الان براتون توضیح بدیم متوجه میشید. میدونید که اخیراً ما یه سری تاریخ ساز داریم. قبلاً در زمانهای گذشته ما تاریخ نگار داشتیم، محقق تاریخی داشتیم. الان یه سری تاریخ ساز داریم که اینا تاریخ رو میسازن، نه اینکه تاریخ رو بیان کنن. مثلا در همین خارج کشورم هم داریم، در همین تلویزیون عرض میشود که ایران آریایی، یه خانومی هست به نام مهران ملکی، متخصص تاریخ، محقق تاریخ، که ایشون قبلن هم در تلویزیون اون زیا آتابای و یا تلویزیون پارس و یا دیگه هم دیده بودیمش. ایشون تاریخ براتون اختراع میکنه، میسازه. مثلا راجع به وقایع زمان آریامهر و پدر بزرگوارش، ایشون از روز به سلطنت رسیدن اعلیحضرت رضا شاه کبیر تا 22 بهمن یعنی پایان حکومت محمد رضا شاه پهلوی، وقتی هر مطلبی رو بیان میکنه، شما بگید کوچکترین اشکالی، اشتباهی در این دو سیستم نیست، یا ایشون نمیدونه که اشکالی داشته باشه. مثلا باور داره که قد تا سر پیش رفت و عرض میشود که و یک کینه شطوری و عرض می شود دشمنی خونی، پدرکشتگی با مرحوم رمانشاد دکتر مصدق داره. یعنی اصلا شما بگید در این مدتی که این پیرمرد، حالا چه در زمانی که نماینده مجلس بوده یا بعد که به نخست وزیری رسیده، شما بگید یک نکته مثبت مطلقا در زندگی این مرد بزرگ نبوده. همش کارش خلاف بوده، دکترا که نداشته، اصلا تز دکترایی ننوشته، تحصیلاتی نداشته، جانی و قصاب و قاتل و اعدام کننده و مذهبی و به طور کلی اصلا مسلمان و اینا بوده. این بابا حالیش نیست که مسلمان بودن اون روز با مسلمان بودن امروز دو مقوله مختلف هست. خانم خود اعلیحضرت هم در بسیار جاها مکه تشریف بردن. حضرت عباس همیشه یکی از شخصیتهایی بود که ایشون حتی در زمانی که یه حادثهی براش پیش اومده بود از اسب افتاده بود، در گفتش که حضرت عباس وسط زمین و هوا منو گرفت و داشتم پیمش گذاشتیم و گفتن که اعلی حضرت و حضرت عباس که دست نداشت، چجوری شما را گرفت گذاشتن؟ مبینم خودش رسا بگذاریم. در مقابل این تاریخ سازای خارج کشور، یه سری هم تاریخ ساز در داخل داریم. اونها هم تمام وقایع تاریخی رو کنستراکشن میکنن، بازسازی میکنن. کنستراکشن یعنی دوباره سازی، مثل که ما این خونه رو، آشپزخونه اونو به هم بزنیم، کابینتاشو عوض کنیم، یخچالو عوض کنیم، اینا بازسازی میکنن، دوباره مینویسن. مثلا سالها بود از عهد جوانی و بچگی در تاریخ خونده بودیم که نفت و روانشاد مصدق ملی کرد و کاشانی یه جورایش می شده، آیت الله کاشانی نوکر انگلیسا یه جورایی. الان فهمیدیم نه، این تاریخ نگارم یعنی آقا نفت رو که کاشانی ملی کرد، مصدق هم خائن بود. اونا هم متقابلن یک نکته مثبت راجع به زندگی این پدر و پسر، یعنی مرحوم آریامهر و رضا شاه، در زندگیشون سراغ ندارن. همش منفیه، اونا هم همه چیز رو سیاه میبینن، اونا هم یه نوع تاریخ میگارن، بعد یه چیزایی اختراع میکنن که اینا دیگه شاهکار عجمه. حمید شفیعی‌زاده، کارشناس تاریخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی،
چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندین کارشناس داره، کارشناس تاریخ داره، کارشناس سیاسی داره، کارشناس مذهبی که مثل پشکر ریخته. منظورمون آخونداست. هر موقع باز کنی یه کارشناس مذهبی، کارشناس مسائل سکسی و جنسی داره، کارشناس روانشناسی داره. اخیراً دیدیم که آقای شیخ زاکری، ایشون هم از علماست، رفیق سعید بهبانی هم هست، یه بارم که هم بارم سعید رنگارنگ آورده بودش باش مصاحبه کرده بود، ایشون هم در اون تلویزیون ولایت بود چی بود شده کارشناس پزشکی، نشسته بود تجویز میکرد که چه غذا و دوایی رو بخورید که قوه باتون اضافه بشه، نمیدونم از میشود که تنگ نفستون خوب بشه، شهر ارکه دیگه. برحال محمد شفیع‌زاده کارشناس تاریخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که برخلاف اون چه که اینجا و اونجا گفته میشه و خلافه، قاره آمریکا رو یک ایرانی به نام محمود شمس کشف کرده و نه کریستوف کلمب. یعنی هر چی تا امروز راجع به این کریستوف کلمب ملعون که میدونید کریستوف کلمب در روایات اومده که وقتی تصمیم گرفته هم حرکت کنه و بیاد و مسافرتش و گذر از اقیانوس اطلس و رسیدن به قاره آمریکا باعث کشف این قاره جدید شد، حالا بعضی از کسانی که مثل ما اخلاقشون فاسده میگن که دلیل عرض میشود موفقیت کریستوف کلمب اینه که متأهل نبوده، این چون زن نداشته راحت تونسته که این مسافرت رو بکنه و بیاد و این کشف تاریخی رو بکنه. دلیل هم میارن، میگن خب اگر زن داشت، خب زنش ازش میپرسید کجا داری میری، با کی داری میری، برای چی داری میری، کیا باهاتن، زنم باهاتون هست، چرا منو نمیبری، منو باید ببری، اصلا چرا صبر نمیکنی، مامانم اینا رفتن مسافرت، اونا بیان با اونا بریم. خب یه همچین اشکالاتی پیش میومد و به طب کریستوف کلمب آمریکا رو کشف نمیکرد. ولی الان این آقای کارشناس کشف کرده که اصلا کریستوف کلمب کاشف آمریکا نبوده، بلکه محمود شمس یه ایرانی بوده. دلیل هم آورده، حالا دلایلش هم خیلی منطقیه، میگه دلیلش هم اینه که همین امروز در قاره آمریکا اقوامی وجود دارن که شدیداً در لباس و حجاب و آداب و زبان شبیه ایرانی ها هستن، چون احیاناً چند نفری در آمریکا هستن که مثل ایرانی ها چادر سر میکنن، حالا یا نمیدونیم زبانشون چند تا کلمه شباهت داره به زبان فارسی و قیافه‌هاشون، مثلا ما بعضی‌ها رو اینجا می‌بینیم سلام می‌کنیم بهشون بعد میگن وات، می‌فهمیم که ایرانی نیستن، بول می‌خوریم قیافه‌شون یه جوریه فکر می‌کنیم ایرانیان، بعد می‌بینیم مثلا طرف یونانیه یا ایتالیاییه یا اصلا همون مال کشور دیگه است، ولی ما اشتباه کردیم. برحال این لحظه بنابراین ما هم توصیه میکنیم به تأثیر این کارشناس محترم دیگه مبادا از این به بعد به این قاره بگید آمریکا، بگید که شمس‌آباد، ایالات متحده شمس‌آباد، چون محمود شمس کشف کرده. بس یادتون باشه از این به بعد هر موقع گفتیم ایالات متحده شمس‌آباد، منظورمون همون ایالات متحده آمریکای سابقه. یادتونه که خیابونا رو اسمشو عوض کرده بودن، مثلا خیابون پهلوی شده بود، پهلوی تفرق، خیابون پهلوی خیلی سرنوشته غم‌انگیزی داشت، اول شد مصدق و ظاهرن، بعد دیدن مصدق حرامه، شد ولی عصب و حالا نمیدونیم اگر آقا امام زمان بیاد احتمالاً شاید یه مشکلاتی با رژیم پیدا کنه، زندانی اعدام چیزی بشه، بعد دوباره اون اسمم بردارن مثلا بذارن خیابون امام خامنه ای فرض کنید. البته
بهتره دیگه، هیچ یه مدتی عوض کردن نیاز نداره. از می شود که یک داستان دیگری رو اینم براتون بگیم. گاهی بعضی دوستان میگن که خلاصانی خودت گاهی انتقاد میکنی ولی همه چیزو نزد مردممون بد میبینی. نه برادر خواهد میبینی نیست. یکی از چیزایی که براتون بگیم که همه یکسان نیستن مسلما، آدم بد هست، آدم خوب هست. ما هیچ این گونه نیست که همه چیز سیاه یا سفید بگیم. برای اون چی که این تجربه زندگی ما در این نزدیک به 7 دهه بر سر ما اومده بود دیدیم، خب هم خوبا رو دیدیم هم بدا رو دیدیم. میدونید در کانادا خدمات پزشکی تحت پوشش دولته، نرخام همه دولتیه، پزشکا در خدمت دولت هم. شما که میرید پول نمیدید، کارتی داریم میکشن پولش از دولت میگیرن. خب پزشکام اکثرا راضی نیستن به این نرخا، گاهی هم میذارن میرن. بنابراین کانادا دچار مشکل کمبود پزشک یا پرستار هست. این که الان پرستارم از خیلی هموطنان پرستارمون از ایران میان اینجا کار میگیرن. ما مدت ها بود از روزی که اومدیم بعد اینجا هر کسی باید پزشک خانوادگی داشته باشه. پزشک خانوادگی نداشته باشه یه مصیبتی، باید یکی باشه که پروندت پیشش باشه. ما یه پزشکی داشتیم که ایشون سالها هم ما هم عیالمون میرفتیم پیشش، ایشون فوت شد. بعد فوت اون ما در به در شدیم. من خب ما سالی یه بار حداقل یا دو بار باید بریم پیش پزشک این آزمایشامون رو تجدید کنم و اینها. این در اون در زدیم چند بار، دیدیم دستمون به جایی بر نیست، رفتیم پیش یه در موقع های همین جا و یه پزشکی ما رو دید و نسخه داد و نسخه‌مون رو تجدید کرد. ولی به جانمون نمی چسبید. اما با پزشک غیر ایرانی ما چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ پزشک ایرانی هم مثل اکسیر خیلی کم گیر میاد. هستن چند تا تو مونتریال، اونجا مصیبت رفتن مونتریال. ما دوست داریم تو همین شهرک فیزیکی خودمون کسی باشه و شانس آوردیم یه روزی که یکی از عزیزای ما رفته بود یه کلینیکی، با خوشحالی اومد که تو کلینیک فلان یه پزشک ایرانی پیدا کرد. ما خوشحال شدیم و رفتیم و تا رسیدیم وقت گرفتیم و وقتی بود باید میشستیم به ساعت میشستیم و دونگه دکتر مهربانی اومد و اسم ما رو خوند و ما بلنگ شدیم رفتیم و خب از نام پر افتخارمون هم فهمید ایرانی هستیم. سلام علیکم. هر یک بوری ما نگاه کرد، اسم ما رو نگاه کرد، تو شما هم آقای خراسانی نیستی؟ گفتیم چرا دکتر؟ و همونی که تو پیوند گفتیم و مزخرفات رو می نوشتیم. کندیر گفت نه ما می خوندیم و خیلی برنامه ها جالب بود و نوشته ها جالب بود. حالا داره از این برفت بود زنی نوشته میگیم برنامه، چون که یه مدت اینجا می نوشتیم اینجا حرف می زنیم اینجا حرف می زنیم. خلاصه خیلی به ما مهربانی کرد و نسخه داد و به ما رسید و دیگه رومون نشد بگیم دکتر میشه ما رو به عنوان مریض دائمیت قبول کنیم. اومد بعد یکی دوبار باز دوباره رفتیم پیشش تا اینکه یه روز رفتیم دکتر نیست. ای داد بیداد داد تره بچه نیست. گفتیم دکتر ما، گفتن از اینجا رفت. کجا رفت و ما نمیدونیم. البته بعد جنسا میدونستن میخواستن مریضشون رو دست ندن نگفتن. ما هم که هر رو نمیرفتیم، رفتیم بالاخره انقدر گشتیم تا گشت کردیم که کجاست. از طریق این اون پرسیدیم و جانش رو پیدا کردیم و رفتیم کلینیک جدید. گفتیم ما یه زمانی مریض دکتر بودیم، گفت دکتر مریض جدید قبول نمیکنه. اینجا که اومده ما خودمون انقدر مریض براش داریم که وقتش پره. گفتیم حالا ما که رو نمیریم بیرش میاریم. آه خدا خیرش بده. بعد یه تونگرونی زنگ زد و اون به ما زنگ زد و خیلی هم محبت کرد. آره خراسانی من میدونم دکتر از اینجا چی شد رفتی؟ گفت با اینا
مشکل داشتیم، رفتم یه جای جدید. گفتیم نه دکتر، علتش اینه که اینجا خیلی شیک که کلاس داریم، آخر ایرانی هستیم کلاس. خندیدیم و در حال ما را قبول کرد و برم به ما افتخار رو داد که به عنوان مریض ایرانی پزشک خانواده ما باشه. و دیگه حالا چقدر محبت میکنه، هر موقع میریم پیشش حوال شکر میکنیم، همیشه هم افتر ما رو دعوا میکنیم. یه وقت دکتر رو نگیر بود و به حرفامون گوش بده، یه به حرفامون گوش میده، بخواهم زنگ تفریه هم براش باشیم. آخر یه باری هم که رفتیم همین ریفرنس رو داد برای عرض میشود که دکتر پوست و حالا داستان مفصله. ولی این رو میخواییم بگیم که خب ما چون حقیقتش سواد فرانسه انگلیسی نداریم، گفتیم براتون بسیاری هموطنان خب میان عرضه دارن، زرنگن، باهوشن، تو دو سه ماه اول فرانسه و انگلیسی رو مثل بربون حرف میزنن، فارسی یادشون میره، ولی ما خنگیم، این زبان ها رو بعد 24 5 سال 4 5 کلمه شو بلدیم، ولی فارسی تا دلتون بخواد قرائتی هامون هم همه رو به فارسی. ما هر موقع میریم پیشش، حالا علاوه بر این که دیگه به همه دردهای ما گوش میده، به درد دلامون هم گوش میده، معاینه کامل میکنه و نسخه میده و خودش بنده خدا نسخه رو فکس میکنه، ایمیل میکنه برای داروخونه، بود به داروخونه میگه چجوری دوا بدیم چیکار کنیم. دفعه پیش که جالب بود، وقتی یکی دوتا آزمایش داد و یکی دوتا ریفرنس برای دکترهای دیگه، دیدیم دنبال ما رو افتاد اومد. گفت کجا میای؟ گفت بیام اینجا بدونی کجا بری، اینجا برو این کارو بکن، اینجا برو بر برو پایین عکس بگیر، بعد برو فلان جا فلان بیمارستان فلان آزمایش انجام بده. گفت تو کار زندگی نداری، برو به کارت برس. گفت نه، میخوام مطمئن باشم که همه چیز درسته. خب این یه ایرانیه، این نمونه یه ایرانی. بعدم بگیم این آقای دکتر به این سادگی ها نیست که بیاد اینجا و دکتر بشه. متاسفانه بسیاری از پزشکان ایرانی در اینجا به کاری غیر حرفه خودشون مشغولن، چون این که به کیا اینقدر پروان تقریبا هیچ مدرک پزشکی هیچ جا رو قبول ندارن جز خودشون. یعنی ما حیرت کردیم وقتی که شنیدیم اینا مدرک پزشکای فرانسوی رو هم قبول ندارن. فرانسوی ها که رئیسشون هم همزبانشون هم. این دکتر ما هم غیر از اینکه در ایران تحصیل کرده و دوره تکمیلیش هم در فرانسه دیده، بازم اومده اینجا قبولش نکردن، دوره جدید دیده، درس خونده دوباره اینجا. یعنی به این سادگی ها نیست که هر کسی بیاد اینجا قبولش کنن. تو ایران دکتر پاکستانی و افغان میمد احترام دوبلن بهش میکردن، خوری هم میفرستدنش بره توابت کنه. اینجا نه، اینجا پزشک تحصیل کرده فرانسه، امریکا با اون گردن کلوفتیش اینجا میاد باید یه دوره بگذرونی. یعنی واقعا خیلی مرد با محبتیست. این یه ایرانیه. حالا یه ایرانی دیگر براتون بگیم. چند سال پیش که ما یه دکه‌ای داشتیم، یه روزی یکی از عزیزای ما با ما زنگ زد و یه کاری داری برای یه هموطن یه 30-40 ساعت در هفته بودون بفرستیش. وارد کار رو گفت آره، اومد و ما بهش کار دادیم. و بعد چون شهر ما از مونتریال هم دور بود، یکی از بچه هایی که از مونتریال میمد گفتیم بابا هر روز این کار داره تو سررامی های اینم بیا. کارم بهش طوری داده بودیم که با این میمد، شب هم همین بچه ها میبردن میرسوندنش خونش. این جگر دستمون برمیمد برای یه هموطن براش کردیم. خیلی چیزایی که حالا خیلی ساده دستمون برمیمد که اگه اسمش رو لطف بذاش میشد گذاشت، لطف هم به حرفش میکردیم، برای ما کار میکرد در دکه‌ای که داشتیم. و بعد یه شب که یه بعد از ظهری بود، ما محل کارمون بودیم، همسر ما زنگ زد که بچه تو حادثه خورده زمین دستش شکسته.
بلند شدیم با عجله اومدیم و بچه رو انداختیم تو ماشین، بردیم بیمارستان و یه دو سه ساعتی طبق معمول نشستیم تا اومدن دیدن دستشو، عکس برداشتن و یه پزشک نگاه کرد بودیم انگشت شست شکسته و الان ما متخصص نداریم، برو صبح بیا. همینجوری بستشو و برو صبح بهش کنیم و یه الان توی علا اشکال نداره تا صبح مشکل ایجاد نمیشه، برو صبح و گونیم. ببین این سوال از خودمون میکنیم و الان این اگه و ببین دکتر داریم ولی الان سر مریض تصادفیه، خب اون گفتیم آره حرف درست، رفتیم خلاصه گفتیم باشه مهم نیست بریم صبح میاییم. اومدیم بیرون از بیمارستان پسر ما گفت من گشنمه، گفتم خب بریم چی میخوای بریم، گفت نه بریم رستوران خودمون من غذا رو میده. ما در رستوران وارد شدیم دیدیم که ضیافتی است، این آقا که ما تو میرونستیم دوچار مشکل الکل هست بهش خواهش کرده بودیم که شما در محل کار الکل بالا غیرتا نخور، شما هر چی میخوای الکل بردار از رستوران هست، تو اون یفتار پر آبجو هست ببر خونه بخور، شب که رفتی خونه بخور، اونجا تو محیط کار نخور. گفت اون آقا چش، حالا اینم تصور نمیکرد ما اون ساعت 11 شب برگردیم بستیم، رفته بودیم بچه رو قضا بهش بودیم و دیدیم بله ایشون از این دستگاه آبجو یه دونه ریخته نیمه کار است، برای اینکه لنگ نمونه یک کم استنبای کنارش گذاشته که وقتی این تموم شد اون یکی رو هم بره بانا. حالا در حالی که به ما قول داده بود تو محل کار آبجو الکل نخوره، دیدیم سه چهار تا غذای فراهمون بالاست، گفتیم اینا برگشته مشتری برگردون، بگم نه آقا اینا رو زدیم برای آقای فلانی که اینجا کار میکنه. گفتیم بسیار، من گفتیم که ما قرار داشتیم گفته بودیم هموطن اونجا غذا مجانی بخوریم، غذای اونجاشو بخوریم. بعد در خلوت بهش گفتیم که مومن ما به تو گفتیم الکل نخور، گفت آقا به جان تو همین این شب دیگه دیناره خوردم خسته بودم. گفت این آقایی که اینجا کار میکنه و غذاشم ما خب گفتیم شما لطف کن بهش بدی، شما یه غذای خیلی بزرگ هم اضافه کن. بله ایشون فردا خانومش میخواد بره بیمارستان و وقت نداره غذا درست کنه، من اینو براش درست کردم. بعدم مدعی ما که مگه تو نگفتی که صاحب اختیاری؟ گفتیم چرا؟ مطابق یه رسم هموطنهای خودمون بهت احترام گذاشتیم، گفتیم که صاحب اختیاری خودت تصمیم گیرنده هستی، ولی تو فکر کن که اگر ما تو رو مهمان کنیم خونمون و بهت بگیم صاحب اختیاری بفرمایید غذا میل کنید و اینا، وقت این دلیل میشه که خواهر ما هم شوهر بدی، اختیار تا اونجا هاست یا یه حدی داره. برحال گذشت و احساس کرد که دیگه نمیتونه با ما کار کنه و ما صحنه رو دیده بودیم. بعدم خب میگفتن شبا مثلا چی کارا میکنه، بگذاریم. رفت خودش دیگه گفت من برام سخت و اینا، رفت و از این موضوع دوسمایی گذشت. منطقه برگشت میشه همون کسی که با ما نسبتی داشت و پیش اون کار میکرد، او هم بهش مجالی داده بود و به قول معروف منیجرش کرده بود، همه اختیارات رو به دستش داده بود. گذشت از این ماجرا یکی دو شب ما تو دکمون نشسته بودیم، دیدیم آقا وارد شد. سلام و علیکم ما شد سلام خوش آمدید بفرمایید نشسته. گفتیم براش مشروب رو بردن غذا براش درست کردن بردم. گفت که من یه عرضی خدمت شما دارم. بفهمه گفت نه بریم دفتر خصوصیه. گفت بله رفتیم دفتر رو گفتیم بفرمه برادر فرمایشت چیه؟ گفت یه تلفن بزن خونه ما. گفت خودت بزن. گفت نه شما بزن. چرا؟ گفت بزن تو بزن. تلفن زدیم و دیدیم تلفن میگه تو خط میگه تلفن اخ سرویس خارجه.
این تلفن دست سرویس تلفن خونه ما آره. اگه بدونی چه بلایی سر ما اومده. چی شده برادر؟ گفت که آره این عیال ما برداشته زنگ زده ایران، $500-600 پول تلفن اومده، منم نتونستم بدم و تلفن قطع شده، امشب من از خونه بیرون کرده، داد و بیداد و فوش و فضیحت که فلان فلان شده، تو عرضه فقط دادن پول تلفن خونه را نداشتی، برو گم شو و من الان مشکل بزرگی دارم برای دادن این پول تلفن. اونا خب مسئله نیست، شما اون بیل تلفنشو بده، من فردا اونجا میدم، بعد با هم حساب میکنیم، به هموطنه دیگه. اونه اگه میشه شما یه کمکی به من بکن، یه $500 به من بده، من برم فردا این پول بیل تلفنو بدم، از دست این زن راحت شم، بعد میارم تقدیم میکنم. من در کیس واجم $500 داشت. یعنی اگه تو میخوای زنت به خاطر $500 از خونت بیرونت کنه، با توجه به اینکه دو سه تام زاغوزیم داری، اون بچه ها بی سرپرست بشن، این $500 برو کنه، ما تو سه روز دیگه حقوق همو بگیرن بیارم میتونم برای ما یه 24 ساعتی میخوایم بریم مسافرت، ما رو خوش بیام، اگه اومدی ما نبودیم پولو بنداز تو این جعبه باش رفت. و اون شب خوش و خورم مشروب چه خورد و ازاش خورد و بلنش رو رفت و ما هم یه 24 ساعتی 48 ساعتی با بچه ها و حیار رفتیم مسافرت. و روز بعد که اومدیم سر کار، سلام علیکم، به بچه ها گفتیم فلانی نیومد، فلانی آقای فلانی نیومد، هم بطنمون پولی تو قرار بود بیاره بندازه تو این جعبه. خب نه آقا، ما در کیس و رمزش رو زدیم باید کردیم بودیم، غیر اون چیزی که باید باشه چیزی نیست، پولی که ایشون هم گرفته قرار بوده بده نیست. گذشت و یکی دو ساعت بعد زنگ زدیم به اون فامیلمون، تا گوشی رو برداشت گفتیم آقا این رفیقت، این که تو آقا تو رم فلان، گفتیم بله چی شده؟ گویی چی، این میاد اون شب پیش تو اون پولو از تو میگیره ظاهرن، حالا که تو میگی میادم اینجا. خب این بچه ها میشناختنش، منم نبودم، به این ویترس میگه در کیس رو وار کن، اون میگه نمیتونم وار کنم، میگه نه مگه نمیدونی من منیجرم، در کیس رو باز میکنه و اینجا هم هرچی پاکت میگه جمع میکنه و به هوایی که دارم میرم بذارم به حساب تشکیلات. بعدا صبحش هم میره پیش یک کسی دیگه که اونم از با بستگان ما بوده، همین داستان زنم از خونه بیرونم کرده رو اونجا مطرح میکنه. خب اون میگه من برات چی کار میتونم بکنم؟ میگه اگه یه ماشین داشته باشم اقلا برم دلیوری کنم، کار کنم. اونم میگه مسئله نیست، من یه ماشین برات میخرم، برو کار کن بیا پوشه. یکی هم که اونجا اومده بوده ماشینش رو بفروشه، ماشین رو از آقا میخره، به نام ایشون میکنه، کلیت سویچ هم بهش میده و پول اون خریدارم میده ردش میکنه، میگه برو برو زندگی کن، هر ماهی یه چیزی بیار پس بده. آقا هم وقتی ماشین رو تحویل میگیره نگو که مدارک و اسناد فروشندم تو ماشین بوده، اونا رو هم جمع میکنه و اون $500 ما و اون بسته های پول اون آقا رو با پول ماشین و همه رو میره بنکوبه و قیب میشه. بعدم تو شهر کوچیک ما زنگ دادن که کلا سرت گذاشتیم. آره همین مسئله نیست، این ما به یه نیت دیگری، ولی به قول معروف اینو جای نقل نکنید. گفتیم میگن یه کسی تو بیابون با اسب داشت میرفت، دید یکی افتاده، اومد پایین و این افتاده رو بلند کرد. چرا اینجا افتادی؟ من از کاروانم دور میگم جا افتادم، نون آبی تو خورجین ماشین تو اسب داشت در برد و اینو آب داد و نان داد و بیمارش کرد و بلندش کرد و حالا پشت با هم بریم. و گفت ببین تو حالا حالت خوش نیست، سوار اسب شو، من حالا تا حالا سوار بودم، آهسته پشت سرت میام، تو سوار باش من پیاده. گفت نه، گفت نه دیگه، حالا تو من که از صبح تاختم با اسب، حالا تو که میخوای
درمانده ای تازه جاری بگیری تو با اسب. یارم سوار اسب شد و یه 5 دقیقه گذشت اسب و هیک کرد و بره فرار. گفت ببین چه جوری گلا سرت گذاشتم و ببین باسته. تو این داستان رو بابا جان جایی نقل نکن. چرا؟ خب برای اینکه رسم جوانمردی برمیفته. دیگه هیچ که حاضر نیست ده حق کسی لطفی بکنه. ما به این معتقد نیستیم. یه مورد اون آدم بد بوده، این دلیل نیست که اگر هموطن دیگری مشکلی داشت ما بهش کمک نکنیم. ما وظیفه داریم علی رغم همه این حرف ها اگر هموطنی درمانده است کمکش کنیم. گرچه که آدم های ناخلاف اینجوری هم ناخلافی هم پیدا بشن. یک خبری داریم براتون، خلاقیت ابتکار و اختراع. باز بعضی از هموطنان، البته اینو بگیم این دو نمونه رو از دو ایرانی برای شما گفتیم که بدونید توی ما مردم همه نوع آدم هست. این هم فکر نکنید اون چون دکتر آدم خوبیه و این چون یه کارگر بی دست و پا و سر و پا مثل ماست آدم بدی عذاب در اومده. نه، تو آدم های قشر ضعیف جامعه هم بسیار آدم های شریف داریم، تو قشر ثروتمند و عرض می شود که حتی تحصیل کرده هم آدم های رز داریم. نمونش شیرین عبادی، نمونش عبدالکریم دباغ، منظورمون آقای دکتر سروشه، نمونش بسیار این جانورانی که دستشون آغشته به خون هم میهن و هم نوع خودشون. بسیار اون رفتگری نبود که چند میلیون پول رو پیدا کرد که میتونست زندگیش رو دگرگون کنه. کسی هم نمیدونست که یه همچین پولی پیدا کرد. در کمال امانت برد پس داد. یا اون به قول اینوریا هوملسی که کیسه طلا رو پیدا کرد برد به طلا فروش پس داد. از اون طرف هم در همه قشرا و سنوف پیدا میشیم. خلاقیت، ابتکار، اختراع، روش جدید زورگیری بدون قمه و قداره. نمیخونی اون ابتکار ایرانی در این رشته بود. سارق زورگیری که با ریختن بنزین بر روی خودروها قصد سرقت از شهروندان را داشت، حین ارتکاب جرم توسط پلیس شهرستان قدس غرب استان تهران دستگیر شد. یعنی یارو به جای اینکه با قمه و شمشیر و هفتیر و بمب و اینا بیاد زورگیری کنه مردم رو چپاول کنه، بنزین میرفته رو ماشین یارو آتیش میزنه، بعد از مردم پولی مالی طلایی تلفنی میپرسه. سرهنگ حجت اللهی نوشته، حجت الحس، به جای اینکه یه روی کامپیوتر تایپ کنه سین پانچ کرده حجت اللهی شده حجت الحس. یاد گور به گور حس افتادیم، معاون هیتلر. بگذاریم. سرهنگ حجت الله کرمی، کرمی زنگ، فرمانده انتظامی شهرستان قدس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به دستگیری یک سارق زورگیر گفت در ساعت اولیه شب ماموران پلیس آگاهی حین گشتنی متوجه صدای فریاد زنی شده و فوراً خود را به صحنه می‌رسانند. این مقام انتظامی افسود پس از حضور ماموران پلیس آگاهی در صحنه مشاهده شد زنی خودروی خود را رها کرده و در حال فرار از دست زورگیر بوده و فرد زورگیر با دیدن خودروی گشت پلیس از صحنه متواری شد که برای دستگیری یه متهم ماموران به تعقیب وی پرداخته و او را پس از طی مسافتی دستگیر کردند که متهم برای گمراه کردن ماموران اقدام به ریختن بنزین بر روی خودروی خود کرد، اما در عملیاتی ضربتی قبل از هر اقدامی متهم دستگیر شد. سرهنگ کرمی زند بیان داشت پس از دستگیری سارق زورگیر شیشه خالی و 3 بطری پر بنزین از سارق زورگیر کشف شد.
گرفته یارو با ریختن بنزین رو ماشین خودش و رو بدن خودش میخواسته پلیس رو گمراه کنه. فرمانده انتظامی شهرستان قدس خاطرنشان کرد، متهم در اعترافاتش به پلیس اذعان کرد که با انداختن خود جلوی خودروهای عبوری آنها را متوقف کرده و بعد از متوقف کردن خودرو با پاشیدن بنزین روی آن و تهدید به آتش زدن اموال داخل خودرو را به سرقت می‌برده است. یعنی راه ابتکاری برای سرقت اموال مردم. عرض میشه که یک مطلبی رو اگه بتونیم که عرض میشه براتون اینجا پیدا کنیم، خیلی جالبه این. یه لحظه ای اگر به ما اجازه بدید عرض به حضور محترمتون. بله، یه هموطن نازنین دیگه ای اینم برای ما یه ایمیل فرستاده. این ایمیل هم میخوام برای شما بخونیم، این خیلی جالبه برای ما. نوشته، البته ببخشید اگه یه جاهایش ایشون گفته ایشونه از ما تعریف کرده، قصدمون این نیست، اصلا اونا رو نمیخونیم. با درود به شما عزیزان، یه جمله راجع به ما گفته فراموش کنید، تشکر میکنیم ولی نمیخونیم، نمیخوایم این تعریف های از خودمون رو بخونیم. و همچنین از برنامه های متنوع تلویزیون میهن، خب این به میهن مربوطه، به ما نیست، میخونیم، که من مشتری قدیمی ایشون هستم، یعنی مشتری بهبانی، و از زمان رنگارنگ و درگیری هاشون به عنوان چالشگر چپ در خدمتشون بودم. و باز اینجا یه سوال خصوصی کردن که ما جواب دادیم، اینم نمیخونیم. جناب پیر، خطاب به ما، موفقیت شما را من در این جمله رو بذارید بخونیم و ازشون تشکر کنیم. صداقت و ساده صحبت کردنتون میبینیم، ممنونیم ازتون. حالا صداقت رو یاد خودمونم باور نداریم ولی ساده سعی میکنیم صحبت کنیم. جان کلام جمله اینجاست، موفقیت شما را از پاناسونیک خواهانم، من از آلمان هستم. از این هموطن بسیار سپاسگزاریم، به خصوص اونجایی که اشاره کردن و ما رو سپردند. البته جملهشون کامل نبوده، ما رو سعادتمون از پاناسونیک آرزو کردن. برای اون بسیار جالبه که این مطالب مورد توجه هموطنان قرار میگیره. ما براشون جواب دادیم، همیهن ارزومندم، درود بر شما، بسیار خوشحالم که همکاری با میهن تیوی و دوست دیرینم دیرین نازنینم سعید جان بهوانی و ایزان برنامه ناگفتنی ها موجب شد تا دوستان نادیده مهربان و عزیزی چون شما را از میان خیل هموطنانم پیدا کنم. و یه دو تعریف هم از ای تیوی کردیم که اینا نمیخونیم. اون خبرم که سوالی که از ما کرده که خصوصیه بهشون جواب دادیم. بعد آخرش هم نوشتیم شما را به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک، یعنی علم دانش، می سپارم و آرزو دارم که همواره در پناه پیامبران و امامان و امامزادگان این مذهب حقه باشید و همه این اولیا در بهبود هرچی بیشتر زندگی شما مؤثر باشد. برحال منظورمون از خوندن این ایمیل هم تشکر از این هموطن نازنینمون از آلمانه که ما رو مورد محبت قرار دادن. بسیاری جمله های محبت آمیز هم نوشته بودن ولی ما به خودمون اجازه ندادیم که اونها رو بخوانیم، برای اینکه نمیخوایم آخوندی باشیم که از خودش تعریف کنه. از این داستان بگذریم. عرض میشود که این مطلبی رو که این هموطنمون راجب آیت الله نکونام نوشته بود و اینکه این آیت الله و مرجع تقلید امروز در مقابل سایر علمای اعلام و حجج اسلام قرار گرفته رو ما دلیل شکست این تفکر شیعی میدونیم. این تفکری که به جایی که بعد از اومدن اتحاد بین مردم ایجاد کنه،
مردم رو به دوستی و صلح و محبت دعوت کنه و باعث پیشرفت مردم بشه، کار رو به اینجا رسونده و این افتضاح رو بالا آورده. و عرض می شود که در ادامه این مطلب، مطلبی که به اینجا کشید، به اینجایی که آیت الله نکونام این لحظه عرض می شود نیست که آقای بهبهانی تلفن زدن، یه لحظه البته عوض بخواهیم. تلفن کنیم بله. عرض میشه این جمله رو بگیم، مطلب رو منتها برسونیم، که گفتیم این داستان، داستان آیت الله نکونام، نشون دهنده شکست اینه آیت الله و به علمای اعلام میگیم که ما هم به این مسئله برخوردیم. کسی رو، خانومی رو میشناسیم که ایشون بسیار معتقد بود و در اثر این مسائل کل اعتقادات ظاهر شد. آقا فکری به حال خودتون بکنید. بعد از برنامه ما، برنامه سعید نازنینمون خواهد بود با آقای دکتر محمود مرادخانی. این آقای دکتر محمود مرادخانی در حقیقت شخصیتی هستند که حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان دایی جانشون هستند، یعنی آن حضرت خواهرزادهشون هم باشون ازشون زیاد دل خوشی نداره، در حالی که معمولا در فرهنگ ما بین دایی و خواهرزاده باید خیلی عرض می شود که محبت رشته الفت باشه. البته اینم بگیم که ایشون پسر آیت الله، عرض می شود که همون آیت اللهی که بعد از انقلاب مخالف اینها شد و از دست اینها به عراق پناه برد، اسمش الان یه لحظه از خاطرمون پرید. شاید هم از ما گله کنه که تو چرا ما رو به پدرمون که فاضل‌تر از دایمون هست نسبت ندادی. برحال سپاس داریم از عرض می شود سرکار خانم لیلا که ظاهراً قرار است یا این چنین شده است که برنامه ما رو ساپورت کنه، اسپانسر بشه. تشکر میکنیم از اعظم نازنین که در این هفته به برنامه ما کمک کرده و $100 فرستاده برای میهن تیوی. از سعید نازنینمون سپاس گذاریم که باز یک بار دیگه وسایلی فراهم کرد که ما در خدمت شما باشیم. عرض میشود که همه شما را طبق معمول به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک میسپاریم. شاد و آزاد و سربلند باشید با امید دیدار در هفته آینده و با یکی دیگر از برنامه های ما گفتنی ها. براتون بهترین ها رو آرزو داریم با امید دیدار تا هفته آینده.